هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که ز یاد تو فراموش نباشد. سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. هشتمین جلسه کشور خورشید سلسله لایو آشنایی با افغانستان را آغاز میکنیم. در خدمت شما دوستای عزیز و منتظر هستیم که به جمع ما بپیوندین و انشالله بحث خوبی داشته باشیم امروز امشب در کنار شما دوستای عزیز. خوش آمدید میگم خدمت همه شما عزیزانی که پیوستین به لایو کشور خورشید آشنایی با افغانستان و اختصاصا امشب بحث زبان هست که انشالله استاد کاظمی در خدمت شما خواهند بود و بحث جالبی هم انشالله خواهد بود. ما برای آغاز بحث امشب ما شعری را انتخاب کردم از شهید قهار آسی، شعر پارسی ایشان که احتمالا همه دوستا شنیدن و آشنا هستن با این شعر. شعر بسیار زیبایی هست، خدمت شما میخوانم و بعد از اون هم انشاءالله استاد کاظمی در خدمت شما خواهند بود. بازم خوش آمدید میگم خدمت همه شما دوستای عزیز. مهری جان سایی از لندن وصل شدن و سایر دوستای خوب ما، سادات حسینی گرامی، جناب حیدری، خیلی خوش آمدین، در کنار شما هستیم امشب و انشالله مباحث خوبی را مطرح خواهد کرد استاد کاظمی. من شعر خدمت شما میخوانم و بعد از او ادامه بحث با استاد. گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. بحث امشب درباره زبان هست و بحث زبان فارسی که در افغانستان سال هاست جنجالی است و مردم ما با مسائل و مشکلات بسیار جدی روبرو شدن. گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی. از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد و روی به فرداست پارسی. از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالاست پارسی. تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی. روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی. تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی. سرسخت در حماسه و هموار در سرود، سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی. بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی. دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. خب انشالله که لذت برده باشین از این شعر بسیار زیبای قهار آسی. در خدمت شما هستیم، ادامه جلسه را میسپاریم به استاد محمد کاظم کاظمی. سلام بر همه دوستان. من تا چند لحظه دیگه آمدم. به نام خدا، عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. من تصویر رو هم درست کنم. در جلسه هشتم از کشور خورشید در خدمت شما هستیم و موضوع این هفته بحث زبان فارسی است، زبان فارسی در افغانستان، که موضوعی است بسیار مهم.
خب تشکر از زینب جان به خاطر خواندن غزل مناسب این موضوع، یعنی شعر مرحوم قهار عاصی درباره زبان فارسی. و این نکته هم جالب هست که یک شاعر افغانستان شعری که درباره این زبان میگه او رو با عنوان فارسی میشناسه، و این موضوع چالش برانگیزی است که ما در جلسات دیگر یعنی جلسه بعد هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد و بحث فارسی و دری را هم مطرح خواهیم کرد. یک لحظه دوستان. بله، این نکته را عرض بکنم خدمت دوستان که ما معمولا در این برنامه سعی میکنم که مباحثی رو مطرح کنم که نسبت به اونها سوال یا ناآگاهی یا کم اطلاعی وجود داره، یعنی مباحثی که خیلی هاش هم مباحث بحثانگیزی هست و تصورات متفاوت یا گاه متناقضی نسبت به اینها وجود داره، از جمله همین موضوع زبان فارسی در افغانستان که بسیاری کسان از این که زبان فارسی چه جایگاهی داره در افغانستان کم اطلاع هستن، بسیاری کسان در ایران و بسیار کسان در افغانستان نسبت به این که این فارسی و دری چه نسبتی با هم دارن سوال دارن و برایشان ابهام هست که بالاخره ما این زبانمون فارسی هست، دری هست، فارسی دری هست، چی هست، فارسی زبان دری لهجه یا برعکس، مثلا اینا سوالاتی هست که برای آدم قابل بحث هست. ارتباط زبان فارسی با پشتو، ارتباط زبان فارسی و حاکمیت های افغانستان، چرا مسائل زبان فارسی در افغانستان غالبا چالش برانگیز هست، چه چالش هایی ما نسبت به این موضوع داریم و چیزهای مختلف. و اما بحث خودمون رو شروع بکنیم از خاستگاه و پیشینه زبان فارسی در افغانستان. خب میدونیم که زبان فارسی، این قسمت رو من یک مداری البته سعی میکنم کوتاه عرض بکنم، خلاصه بکنم. میدونیم که زبان فارسی در واقع خاستگاهی که داره، خاستگاهش نواحی خراسان قدیم هست. ما میتونیم خراسان رو خاستگاه آن چیزی بشناسیم که ما به نام فارسی دری امروزه میشناسیم. البته فارسی خودش سه مرحله داره. زبان فارسی تاریخش رو که تعقیب میکنن، ما یک فارسی باستان داریم که همون زبان اوستا هست، فارسی دیگر فارسی میانه هست و فارسی دیگر این فارسی دری هست که صحبت ما درباره فارسی دری هست، یعنی زبانی که تقریبا میتونیم بگیم بعد از اسلام رونق پیدا میکنه و مبتنی هست بر او فارسی میانه و او مبتنی هست بر فارسی باستان. ما درباره تاریخ زبان فارسی صحبت نمی کنیم، به همین دلیل شاید لزومی نداشته باشه که با فارسی باستان و فارسی میانه بپردازیم و همچنان تاریخ پیدایش زبان فارسی دری و گسترش او را هم با مفصل و با تفصیل صحبت نمی کنیم، بلکه عمدتاً می‌پردازیم به وضعیت این زبان در افغانستان به خصوص در عصر حاضر و به همین دلیل هم از دوره‌های تاریخی قدیم یک مقدار با سرعت عبور می‌کنیم. خب حقیقت امر این هست که زبان فارسی خاستگاهش زبان فارسی دری که ما امروز می‌شناسیم، خاستگاهش نواحی خراسان بوده. حالا این خراسان بخشش در ماوراءالنهر هست، بخشی در افغانستان هست و بخشی هم در ایران هست و در اون زمان این زبان در اونجا رونق پیدا میکنه و عمدتاً در دستگاه حکومتی صفاریان و سامانیان بعد از اون گسترش پیدا میکنه و مناطق دیگر. حکومت صفاریان در منطقه سیستان تشکیل شد تقریباً و حکومت سامانیان در بخارا و به این ترتیب خواستگاه حکومتی این زبان طبیعتاً میشه حوزه بلخ و بخارا و سیستان و خراسان و بعد کم کم گسترش پیدا کرد، رفت به سمت‌های دیگر
به سمت نواحی غربی ایران و همچنین جاهای دیگری، حتی هندوستان و شبه قاره و بعد قسمت‌های از چین و بعد ترکیه عثمانی، و گسترشش بسیار شدید شد و وسیع شد، به گونه ای که یک قلمرو با پهنه بسیار بزرگی رو علاوه بر فلات ایران پهنه وسیع‌تری را هم در بر گرفت. آنچه که موضوع قابل غیر قابل انکاری هست و ما باید این رو به خودمان ببالیم، این هست که زبان فارسی در افغانستان پیشینه بسیار قدیمی داره و حتی از لحاظ پیدایش شاعران و نویسندگان و سخنورانی که بودن و دستگاه‌های حکومتی که این زبان را تقویت می‌کردند، منطقه‌ای که امروز افغانستان هست، حالا در اون زمان که افغانستان نبوده، این منطقه بیشتر این زبان در او رایج بوده. چنان که می‌بینیم بسیاری از شاعران دوره‌های اول زبان فارسی از همینجا برخاستند. رودکی از سمرقند است، افغانستان کنونی ماورانر، سمرقند، بخارا که امروز در کشور ازبکستان هست، در تاجیکستان هست و اینا. حنظله بادغیسی به عنوان یکی از شاعران قدیمی زبان فارسی، یکی از قدیمی ترین شاعران زبان فارسی در بادغیس در نواحی شمال شرق افغانستان زندگی میکرده، به هر حال از اونجا برخواسته. دیگر شاعران هم غالبا پسوند ترمیزی و بخارایی و سمرقندی و بلخی دارند در اون زمان. مثلا شهید بلخی داریم ما، ابو شکور بلخی داریم و بلخی بیشتر از همه جاهای دیگر در اون دورهای اول. رودکی سمرقندی داریم، منجیک ترمیزی داریم، حنظله بادغیسی داریم. البته دامنه این کشیده میشه تا به خراسان، قسمت هایی که در ایران هم هست. دقیقی توسی داریم، اسدی توسی داریم، فردوسی توسی داریم و دیگه تقریبا در دوره های اول ختم میشه. یعنی ما تقریبا تا قرن ششم فارس هجری شاعر نامداری از مثلا اصفهان یا شیراز یا ری یا کرمان و اینا نداریم. یعنی اولین شاعر بزرگی که از اصفهان برمیخیزه که از جمال الدین اصفهانی است، تقریبا 400-500 سال بعد هست. شاعر بزرگی که از ری برمیخیزه غزائری رازی هست و شاعر بزرگی که از نواحی شیراز اولین شاعرانی که برمیخیزن مربوط به قرن 6 و 7 هستند. منظور این نیست که این زبان فارسی در ایران رایج نبوده در اون زمان، بلکه منظور این هست که خب معمولا در بارها و مراکز حکومت اینا خواستگاه شاعران بودند و طبیعتا شاعران حتی اگر در قلمروهای دیگر هم زندگی میکردن میرفتن به اون دستگاه حکومتی متصل میشدن و به همین دلیل مراکز حکومت چون در اون زمان در سمرقند یا بخارا یا غزنی بوده که در نواحی ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان میشه، طبیعتا شاعران هم منتسب به همون منطقه ها بودن بیشتر. بله دوستمون گفتن قطران تبریزی قرن چهار. قطران تبریزی قرن چهار نیست دوست عزیز، ما در این مورد اتفاقا صحبت خواهیم کرد. اتفاقا یکی از کسانی که به اون میپردازیم قطران تبریزی است. حوالی قرن شیش هست، همزمان با ناصر خسرو بوده. به هر حال خب حتی میبینیم منوچهری دامغانی که شاعری است از دامغان عملا با دربار غزنی ارتباط داره، غزائری رازی با دربار غزنی ارتباط داره و اینها. منتها خب طبیعتا این زبان گسترش پیدا میکنه به همه سمت ها به صورت رسمی خودش و بعد میبینیم که در نواحی ایران کنون، نواحی غربی ایران، در نواحی جنوب میره به سمت هندوستان و در جاهای دیگر این گسترش ادامه داره. در این مورد دوستمون به قطران تبریزی اشاره کردن. اتفاقا نکته جالبی همینه که ناصر خسرو وقتی که با قطران تبریزی دیدار میکنه، در اونجا در سفرنامه ناصر خسرو اگه دیده باشین میگه که قطران شاعری بود فارسی نیکو نمیدانست. یعنی منطقه‌ای بوده که با زبان فارسی خیلی آشنا نبوده و بعد مشکلاتی داشته و ابهام‌هایی داشته قطران تبریزی نسبت به شعر بعضی از شاعران
و از ناصر خسرو مشکلات خودش رو میپرسه. این رو ما بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. منتها واقعیت هم چیزی است که نباید ما این رو کتمان بکنیم. بنده یک چیزی از سخنی از ملک الشعرای بهار، شاعر، پژوهشگر و ادیب بسیار برجسته و طراز اول ایرانی را اینجا خدمت شما نقل بکنم و بعد از او البته دیگه باز بریم به سراغ ادامه بحث زبان فارسی و موقعیت او در افغانستان کنونی. ما سخن ملک الشعرای بهار را الان میخوانم خدمت شما. خب من در این کتاب ای را آوردم، در صفحه 62 کتاب هست اگر اشتباه نکنم، یا صفحه 88 است. بله صفحه 88 است. مرحوم بهار در کتاب در کتاب سبک شناسی خودش که کتاب بسیار مهمی است، میگه که این معنی یعنی ظهور نظم و نثر دری، آثار رودکی و شهید و فردوسی و بلعمی و ابوالمؤید و تاریخ سیستان نمونه زیبایان است، میرساند که این زبان لهجه خاص مردم خراسان و ماورانر و نیمروز و زابلستان بوده است و مردم مغرب و مرکز و شمال جنوب غربی ایران، نواحی مغرب یعنی نواحی مثلا اصفهان، شیراز، اون طرف تر کردستان، تبریز، اینا نواحی مرکز، ری مرکز ایران تقریبا حساب می شده و شمال از تبرستان و جنوب غربی طرف های خوزستان، که تا دیری جز به پهلوی یا تبری سخن نمی گفتند، بعد از نشر آثار ادبی دری از خراسان به سایر بلدان ایران، آنان نیز از این شیوه زیبا پیروی کردند و رفته رفته از گفتن اشعار پهلوی یا رازی یا تبری یا پهلوی که در عصر دیالمه متداول بوده است دست برداشتند و تابع سبک و لهجه شیرین و سهل المخرج دری گردیدند. و همینجا در ادامهش میگه و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله به این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم پدید نیامده است. یعنی در قرن چهارم که مثلا در ماورانر در منطقه خراسان شاعران بسیار بزرگی داریم، رودکی گذشته، ابوشکور بلخی، شهید بلخی، نمیدونم کی کی کی، ملک الشعرای بهار میگه، میگه که یک بیت شعر و یک رساله به این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم به وجود نیامده است و اگر شعر یا کتابی دیده شده و یا ذکر آن رفته است به زبان پهلوی یا تبری است، مگر در اواخر عهد سامانیان و آغاز دولت غزنویان و سلاجقه. خب حالا این به این معنی هست که زبان فارسی دری همباره در افغانستان موقعیت درخشانی داشته، یا در تاجیکستان، یا در ماورانر، یا در کل خراسان مثلا در توس و اینا؟ طبیعتا نه. یعنی در هر دوره با توجه به این که مرکزیت قدرت و حکومت در کدام منطقه بوده و کدام شاهان و کدام سلسله های حکومتی بیشتر ادب پروری کردن، طبیعتا در اون دوره در همون منطقه مرکزیت یافته. این مرکزیت اول در خراسان هست، بعد از او کم کم منتقل میشه به جایی که ما امروز به نام در اون زمان به نام عراق عجم میشناختن، یعنی نواحی شیراز اصفهان. دیگه از حوالی قرن ششم ما دیگه باید در نواحی خراسان و ماورانر، یعنی بعد از مغول، دیگه ما ادبیات فارسی پر رونقی نداریم. اونجا افول میکنه به خاطر ضربه سنگینی که از حمله مغول میخوره. کتابخانه ها نابود میشه، شاعران آواره میشن، خود مولانا جلال الدین آواره میشه، خیلی های دیگر، پدرش البته آواره میشه که بعد خود مولانا و خیلی های دیگر هم. بعد میبینی که در دوره های قرن هفتم یعنی دوره مغول باز تا دوره ظهور نورالدین عبدالرحمن جامی
باز از اون نواحی شاعر بزرگ بر نمیخیزه. یعنی ما شاعر بلخی دیگه در قرن 7 و 8 نداریم، شاعر غزنوی نداریم، صنایع غزنوی در قرن 6 هست، ناصر خسرو شهید بلخی، ابو شکور بلخی، او دوره یک دوران بسیار فترت با ته، یعنی دوره رکود در افغانستان اتفاق، در مناطق خراسان اتفاق میفته، افغانستان که هنوز زمان وجود نداره، و باز در مناطق شیراز و اصفهان و نیشابور و اینها میبینید که مرکز شعر و ادبیات است. کرمان، خاجوی کرمانی، اهلی شیرازی، سلمان ساوجی، اصاوه سلمان ساوجی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، از اون طرف باز طرف های تبریز، طرف های آذربایجان، نظامی گنجوی، خاقانی شروانی، فلکی شروانی، هرچی هست دیگه، شیرازی هست، شروانی هست، گنجوی هست، نیشابوری هست، عطار نیشابوری و اینها هست. یعنی دورانی میشه که باز اتفاقا دیگه ثقل ادبیات فارسی میفته طرف ایران کنونی، و از اون دوران دیگه افغانستان دوران رکود را طی میکنه و بعد از اون این رکود ادامه داره تا به امروز. یعنی تا به امروز دیگه سرنوشت زبان فارسی در افغانستان سرنوشت بسیار خوشایندی نبوده، که ما الان یک کمی سرنوشت قصه میکنم، ببینیم جای بدترش هم میرسیم. حالا ما یک زمانی گفتیم که شاعر بزرگ ما نداشتیم، بزرگش جامی بود، مثلا از بلخ شاعر، حداقل مردم که به زبان فارسی حرف میزدن شاعر بزرگ نبود، شاعر متوسط بود. بعد دیگه کم کم به جایی رسیدیم که بعضی از مناطق افغانستان اصلا دیگه زبان فارسی از اونجا بر افتاد و حاکمیت‌ها آمدن که دیگه همین زبان فارسی را هم تحمل نمی کردن. حداقل در اون زمان میگیم که دوره تیموریان زبان فارسی را حاکمیت‌ها تحمل کردن، مغولان خودشون فارسی زبان شدن و کم کم آمدن به این سمت. خب همونطور که عرض کردم دیگه، واپس این جرقه های اعتلای زبان فارسی در افغانستان که یک چراغ بسیار روشنی است و یک دوره رنسانس است، دوره چی است؟ تیموریان هرات. در اون زمان دیگه باز یک بار هرات مرکزیت پیدا کرد، باز همه هراتی هم، بنایی هروی، ناظم هروی، جامی، عبدالرحمن جامی، بعد اون چندین شاعر دیگه هم در همزمان با جامی بودن، ساغری، مولانا کیکی، یک شاعران بسیاری، ده ها صد ها شاعر، نویسنده، ادیب، میرخواند، خواند میر، صاحب روضات و جنات و کتاب های به نثر، حافظ ابرو، اینا همه باز کسانی هستند که در این دوره در هرات و اطراف او مرکزیت دارن و این زبان را رونق میدن. و بعد از تیموریان باز این دوران رکود داریم تا به تشکیل حکومت دورانی که ما قصهش گفتیم در جلسات قبل، که در افغانستان دیگه حکومت دورانی تشکیل میشه. حکومت دورانی که تشکیل میشه، اولین حکومت پشتون در افغانستان هست، یعنی مردمانی که زبان فارس، زبان مادری اینها پشتو بوده، منتها این پشتونها یا پشتو زبانهای اولیه هم با زبان فارسی اقبال قابل توجهی داشتن، به خصوص که خب زبان رسمی مملکت بود و زبان بخش عمده ای از مردم بود، طبیعتا خیلی از اینا اصلا بیشتر فارسی زبان بودن تا اینکه به زبان پشتو حرف بزنن. احمدشاه دورانی، حالا ما یک مقداری دوره دوم، یعنی دوران قبل رو که گفتیم، یک دوره خلاصه کنم صحبت یک کمی جمع شه، بعد از اون باید بریم دوره‌های قدیم. یک دوره شکوفایی بسیار زبان و ادب فارسی در افغانستان است، در منطقه افغانستان کنونی است، یعنی دوره سامانیان، دوره غزنویان، دوره سلجوقیان، که حتی مثلا میبینیم ظهیر فاریابی از اونجا برمیخیزه. خب فاریاب یک جایی هست همین الان در شمال افغانستان. انوری عبیوردی، عبیورد، مردم پشتون این مسائل نداشتن، مردم پشتون حرف میزدن با فارسی زبان، بعضی به فارسی یاد داشتن، بعضی یاد نداشتن، تداول و ارتباط داشتن و بین فارسی و پشتو در افغانستان، بین مردم فارسی زبان و پشتو زبان تضادی هم نبود، الان هم بین مردم عموما نیست. منطقه حاکمیت ها متاسفانه آمدن چیکار کردن؟ آمدن یک دوگانه سازی کردن. این تعبیری که امروز رایج است در ایران هم
میگن دوگانه سازی، دو قطبی سازی، یک دو قطبی سازی کردن و بعد گفتن که افغانستان پشتون، پشتوگرا آمدن سرود ملی رو به پشتو ساختن، آمدن متنی که روی پولهای افغانستان هست به پشتو نوشتن، مکاتبات اداری رو غالبا سعی کردن با پشتو انجام بدن. اون چیزی که دیدین در اون تصویرها بود که ما اونجا گذاشته بودم در اون پست، یک تصویر اسکناس بود، اون اسکناسی که روش متن فارسی مال زمانهای قدیمتر از اینا بوده، احتمالا مال زمان امان الله خان یا نادر خان یا اوائل ظاهرشاه بوده، بعد از اون آمدن اینا رو عوض کردن. و یکی از کسانی که اتفاقا در این جریان بسیار سهیم بود و نقش داشت سردار محمد داوود خان بود. محمد داوود خان و محمد نعیم خان پسر عموهای پادشاه، پادشاه محمد ظاهر شاه بود، منتها اینا آدم های بسیار بانفوذی بودن، پسر عموهاش بودن و تقریبا همه کاره بودن. اینا بسیار تلاش کردن برای این هویت سازی پشتوگرایی و یک چیز هم داشتن، یکی از وزیرای داوود خان هم باید بود که الان اسمش یادم میاد، یکی از وزیرا که بعدا صدر اعظم هم شد، تاجر بسیار معروفی هم بود، او هم بسیار این گرایش رو داشت، اسمش الان یادم رفت، بسیار پولدار بود و تقریبا بازوی اقتصادی و فکری داوود خان و ظاهر خان حساب می شد. باشه بینم اسمش باید پیدا کنم چون ثبت بشه. خب باید بگردم. دوباره بینم در صفحه 762 چیزی پیدا میکنم در این مورد یا نه. عبدالمجید زابولی، عبدالمجید زابولی یکی از کسانی بود که اتفاقا در بسیار در پشتونی زکردن کشور بسیار سهم داشت و نقش داشت و این آدم هم بسیار هم پولدار بود، بسیار ثروتمند عجیبی بود، تا مدت وزیر اقتصاد بود فکر کنم یه چیزی هم بود. خلاصه یکی از کارهایی که برای تاریخ سازی کردن پوت خزانه بود. البته پوت خزانه رو ما قطعی نمیتونیم بگیم. این چی هست داستان پوت خزانه؟ ایران بگم خدمت شما. ها، یکی از کسانی که اتفاقا در این زمینه بسیار مؤثر هست و نقش عمده ای داره در این پشتونیزه کردن تاریخی و ادبی، چند در حوزه‌های مختلف خواستن کار بکنن، در حوزه سیاست مثلا عبدالمجید زابولی فعال بود، در حوزه ادبیات و و تاریخ هم سعی کردن که این کار رو بکنن و برسونن یک مقدار ریشه ها رو به قدیم. یکی از کسانی که بسیار در این زمینه مؤثر هست مرحوم عبدالحی حبیبی است. عبدالحی حبیبی اتفاقا بیشتر آثارش به فارسیه و پژوهشگر بسیار درجه اول تراز اولی هم هست. کتاب تاریخ مشروطیت افغانستان نوشته، کتابای تاریخی بسیار مهم می نوشته، یعنی واقعا یک کسی هست تقریبا در قد و قواره که حالا نزدیک به مثلا ملک و شعرهای بهار و اینطور کسا، مثل فروزان فرد بر بهار، مثلا سعید نفیسی در این مایه ها. منتها ایشون یک مقدار این گرایش های پشتوگرایی را هم داره و ایشون یک کتابی رو میاد مدعی میشه که میگه که این کتاب به نام پوت خزانه، خزانه پنهان، یک آثار شعری زبان پشتو است از حدود 1000 سال پیش که الان ما تازه کشفش کردم. بعد در اونجا شعرهای از شاعران قدیم زبان پشتو میاد که اونا در افغانستان هم زندگی میکردن، در غور زندگی میکردن، مثلا امیر فولاد سوری، امیر کرور سوری، مثلا حمید بابا، شاعران بسیار قدیمی، شخصیت های تاریخی که وجود داشتن، ولی ایشان میاد یک تعداد شعر هم در کتاب پوت خزانه
میگه که بله این پتو خزانه رو کشف میکنه دیگه، یک متن قدیمی است که انگار آقای عبدالحی حبیبی به عنوان یک نسخه خطی این رو کشف میکنه از زمین، میگه از قدیم، میگه این کتاب تاریخ ادبیات قدیم پشتو است، یک کسی نوشته بوده و ما الان این رو تصحیح میکنیم، منتها خب در صحت این پتو خزانه بحث هست، یعنی این خودش باز یک جای بحث کارشناسی داره که واقعا پتو خزانه یک کتاب قدیمی است یا نه این مجعوله و این رو نوشتن. دلایل بر این که این کتاب مجعول و ساختگی باشه بسیاره، از جمله این که این متونی که ایشون در پتو خزانه مطرح کرده بیشترش در هیچ متن دیگه در جای دیگه دیده نشده، در اینجا در تاریخ گذشته ما به کتابی به نام پتو خزانه اشاره نشده و در پتو خزانه بعضی شعرهای کامده از لحاظ ساختار زبان اصلا به اون دوره‌ای که ایشون میگه نمیخوره، مثلا شعر هست به سبک، مثلا اینکه مثلا شعر باشه به سبک امروز مثلا گفته باشه، فرض میکنیم خیال خام پلنگ من به سوی ما جهیدن بود مثلا، یا زنی که سایق وار اینک ردای شعله به تن دارد مثل شعر حسین منزوی، یا مثلا شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد مثلا شعر، یا دوباره میسازم از وطن اگرچه با خشت جان خیش مثلا، اینطور شعری رو کسی بیاد در یک کتابی نشون بده که بگه آقا از یک شاعری هست در قرن سوم هجری مثلا همزمان با فردوسی، اصلا نمیخوره اینا با هم. کلمه پت خزانه همونطور که دوستمون اشاره کردن پشتوی پت یعنی پنهان و خزانه هم یعنی گنجینه، تازه همین خزانش هم در اصل پشتو نیست دیگه، فارسیه، یعنی این زبانش هم نمیخوره و بعد خود متنش هم کسی نیاورده نشان بده به کسی، همش رو عبدالله عبیبی گفتن این کتاب ما داشتم این تصحیح کردم و چاپ کردم، اون نسخه خطیش الان روش هایی هست به وسیله آزمایش کربن 14 و اینا که میتونن قدمت یک متن رو تشخیص بدن، یک اثر باستانی رو به وسیله آزمایشگاه آزمایش کربن 14 میشه تشخیص داد که چند قرن پیشه بوده، با تقریبا حدود 50 سال 100 سال بالاخره زمانش به دست میاد، این آزمایش هم روش انجام نشده، در مجموع متن مجعولیه، به نظر میرسه مجعوله، بنده این رو به اساس قرائن زیادی که وجود داره و مقالاتی که نوشته شده درباره پتو خزانه عرض میکنم، بعضی از این مقالات رو بنده خوندم، کسانی که نقد کردن و گفتن این کتاب مجعول هست. دوستمون پرسیدن ببخشید بی موقع است ولی پارسی در خطر است؟ بله در خطر است و بسیار هم در خطر است، یک علتی که اتفاقا ما بحث فارسی میپردازیم همینه، خطرهایی که واقعا این زبان رو تهدید میکنه. خب به این ترتیب هم از لحاظ اداری سعی کردن پشتو زبان رسمی کشور بشه، سرود ملی و پشتو، بعد تابلوهای ادارات به پشتو، بسیاری از کلمات پشتو رو تزریق کردن، بسیاری از اصطلاحات نظامی اصطلاحات اداری کشور پشتو ساختن، مثلا ما الان در افغانستان به آنچه که در ایران میگیم شهرستان در افغانستان میگیم ولسوالی که پشتو است، بعد به آنچه که در ایران میگیم که میگیم این در دادستان، اون کسی که در ایران میگیم دادستان در افغانستان میگیم سارنوال که پشتو است، در ایران میگیم شهردار یا شهرداری در افغانستان میگن شهروال یا شهروالی که باز پشتو است، در افغانستان در ایران یا زبان فارسی در واقع میگه دانشگاه در پشتو در افغانستان اسم دانشگاه رو ساختن پوهنتون، اسم دانشکده ساختن پوهنزی، و اصطلاحات نظامی همونطور دگرمند بریدمند نمیدونم ستر جنرال دگر جنرال همسال اینا، حتی اون چپ چپ راست راستی که در نظامی ها میگن شیگرز کینگرز، سمت چپ بچرخ سمت راست بچرخ همسال اینا شاگرز و پشت بچرخ، اینا همه اصطلاحات نظامی اصطلاحات اداری تا حدود زیادی و عناوین و تابلوهای خیلی جا، الان بانک مرکزی افغانستان قشنگ روش نوشته ده افغانستان بانک، یعنی بانک مرکزی افغانستان و پشتو، و به این ترتیب یک گرایشی به این که زبان فارسی رو تا میتونن کنار بزنن و زبان پشتو رو بیشتر مطرح بکنن از سوی حکومت های افغانستان ادامه داشت و تا به امروز متاسفانه ادامه داره. یک نهادی ساختن به نام پشتو طولنه
و در این نهاد پشتو طولانه یک کارشون مثل فرنگستان زبان ادب فارسی این بود که واژه ها بسازن برای پشتو، چون پشتو خب خیلی از واژگانش از عربیه، فارسی هم همینطوره، بسیاری از حوزه پشتو پوهیجم وروره. دوستان پرسیدم تو شما پشتو بلدی؟ من به پشتو جواب دادم که بله برادر من یا شاید خواهر من، من پشتو میدانم. زه پشتو یا لش پویجم ندیره، یعنی من پشتو کم میفهم، زیاد نمیفهم. خب ادامه بدیم. بعد آمدن مثل فرنگستان زبان ادب فارسی که برای کلمات معادل سازی میکنیم، برای تقویت زبان فارسی و فارسی سازی، در پشتو هم همین کار رو کردن، خیلی از معادل ها رو به پشتو گردوندن. خوبی کار مثبتی، البته این کار علمی و خوبیه، هر زبان سعی بکنه که اصالت واژگان رو حفظ بکنه، منتها همین کار رو برای فارسی نکردن. یعنی ما پشتو طولانه در افغانستان داریم، یعنی انجمن پشتو برای تقویت زبان پشتو، ولی فرهنگستان زبان ادب فارسی نداره. یعنی یک رویه عمل کردن و این عمل کردن یک رویه تا به امروز در زبان حامد کرزی و تا زمان اشرف غنی احمدزی و حتی امروز در زمان طالبان هم وجود داره. نسبت به واژگان ما در افغانستان جدال و چالش سنگین داشتیم بر سر این که ما حق داریم که به زبان خودمون حرف بزنیم و به مثلا دانشگاه بگیم دانشگاه، دانشش هم فارسی است، گاه هم فارسی است، ایستگاه، بسیار کلمات، قرارگاه، صبحگاه، بسیار کلمات ما داریم در افغانستان به کار میره، دانشگاه هم به کار بره، چی ایرادی داره؟ منتها نسبت به این مقاومت در حدی بود که تابلو دانشگاه رو از روی سردر دانشگاه پایین کشیدن شبانه، نمیدونم تابلوها رو رنگ کردن، از اون طرف فارسی گراها یک دو قطبی، یک چالش، یک جدال و یک جنجال بی سبب، یک حب و بغض و یک کینه‌ای که در بین خیلی از مردم وجود آمد و خیلی از مردم عملا از زبان پشتو متنفر شدن و از زبان پشتو و قوم پشتون به خاطر که تحمیل میشد و بسیاری از پشتو زبان ها همینطور باز در برابر فارسی زبان ها قرار گرفتن، چیزی که در طول تاریخ نبود و این حاکمیت های ما متاسفانه ایجاد کردن. دوستمون پرسیدن که نیتشون برای تقویت زبان پشتو یا با زبان فارسی موشه؟ هر دو، یعنی به مرور زمان. ها اون تو دوره که گفتیم یکی پشتو زبان بودن ولی پشتونگرا نبودن، دوره دوم پشتو زبان هم بودن، محاکمیت ها و پشتوگرا هم بودن. در دوره سوم که دیگه از داود خان به بعد میشه تقریبا، پشتوگرا و فارسی ستیز هر دو، یعنی تلاش برای این که زبان فارسی رو محدود بکنن، این در افغانستان وجود داشت. و همونطور که عرض کردم حتی یک تابلو من کلمه که تابلوی که نوشته کلمه دانشگاه روش نوشته رو پایین کشیدن در زمان اشرف غنی و کسانی هم که هنوز هم جز تئوریسنه های این زبان هستن، این تفکر یک مدار نهادینه و سیاسی میکنن و وجود دارن کسانی که واقعا این کینجویی، این تضاد، این تنش، این وضعیت را ادامه دادن. و جالب اینه که در این زمان هم ریشه زبان فارسی رو نتونستن بکنن، منتها خب هم فارسی از رشد باز مان تا حدودی، هم پشتو و یک کدورت بی سببی در بین مردم فارسی و پشتو ایجاد شد که اصلا لزومی نداشت. الان در ایران بین مثلا زبانهای مختلف این کدورت نیست. خب اگر دست مردم الان کردی صحبت میکنن، لوری صحبت میکنن، تنش نیست. البته چرا؟ در مناطق مثلا تبریز، آذربایجان اینا مسائلی هست، بعضی ها عقیده دارن که زبان رو نباید، مثلا ترکی هم باید تدریس بشه یا اینطور، مباحث اینطوری هست. ولی در ایران یک فرقی که داشته این بوده که زبان اکثریت به هر حال فارسی بوده و زبانهای دیگه به هر حال اکثریت نبودن. اونجا در افغانستان یک زبان اکثریت فارسی بود و بعد یک زبانی که اکثریت نبود آمد، این کم کم
این شمول رو پیدا کرد و الان به عنوان زبان رسمی و ملی کشور، یعنی در قانون اساسی گفتن زبان رسمی کشور فارسی و دری، ولی زبان ملی پشتو، یعنی مسائل چیزایی که در سطح ملی مطرح میشه مثل سرود ملی و امثال اینا به زبان پشتو. و این چیزی بود که اتفاق افتاد. حالا در این مسیر یک کار دیگه هم کردن، این رو میگم و میگذارم بحث رو به جلسه بعد. به این هم اکتفا نکردن که زبان فارسی رو تضعیف بکنن یا کنار بزنن از رسمیات، و بلکه حتی تأکید کردن که نام این زبان هم فارسی نیست و نام این زبان رو گذاشتن، یعنی گفتن نه این نام جدیدی اختراع کرده باشن، این نام هم بوده، دری. از بین دو نامی که این زبان به او نامیده میشد که یکی دری بود و یکی فارسی، و در قدیم هم شاعران ما، نویسندگان ما، ادبای ما هر دو نام رو به کار بردن و معادل هم بوده، فارسی دری یا دری یا فارسی، هر دو مثلا. بعد در اون دوره یک کار دیگه هم که کردن که یک نوع شیطنت بود، گفتن آقا زبان مردم افغانستان فارسی نیست، دری هست. و به این ترتیب حداقل پیکره فارسی افغانستان را از بقیه فارسی زبان‌ها جدا بکنن که بعد بتونن بیشتر این رو محدود بسازن. چون وقتی که تو فارسی رو کنار بزنی و بگی اسم دری هست و این با فارسی فرق داره، اصلا در کتاب‌های درسی ما مشخصاً به ما درس داده میشد، میگفتن که فارسی و دری دو زبان مستقل هست. زبان فارسی منشأش پهلوی اشکانی هست و زبان دری منشأش پهلوی ساسانی است، و به این ترتیب دو زبان رو در کنار هم مطرح میکردن و طبیعتاً به این ترتیب دست ما از مفاخر زبان فارسی هم کوتاه بشه. حالا به این بعداً میپردازیم. خب این صدمه بزرگی بود. الان در هر جای دنیا وقتی که چیزی به نام زبان فارسی وجود داشته باشه، مردم افغانستان نتونن اون رو بایش افتخار بکنن و بگن از مایه، بگن اون که فارسی مال ایرانه، بلکه تو فقط دری. خب به نام دری هم در دنیا چیزی شناخته نیست زیاد. به این ترتیب دری فقیرتر میشه. یعنی در تمام دنیا فردوسی به عنوان شاعر فارسی مطرحه، مولانا به عنوان شاعر فارسی زبان مطرحه. در آقای دکتر رضوی غزنوی نوشته دیگه، نوشته که شما در هیچ کدوم از کتابخانه‌های دنیا برین کتابی بگین به اسم دری میخوایم پیدا بکنیم، نیست. به زبان دری، زبان دری در اون کامپیوتر کتابخانه یا در اون کتابدان برگه‌ها جستجو بکنید، ببین در این کتابخانه کتاب‌های دری چی هست، می‌بینید چی نیست. ولی اگه بزنید کتاب‌های فارسی چی هست، هزار تا کتاب میاد. خب این یعنی این که به نوعی مردم افغانستان انگار کتاب‌ها دیگه از اونها نیست، یعنی مردم فقیرتر بشن. این کاری بود کردن. حالا ما در جلسه بعد مفصل به این موضوع دری و فارسی میپردازیم و اینکه واقعا تکلیف ما با این دو نام چی هست، و ثابت بکنیم که اینا یک زبانه. چون همین الان باور کنید در افغانستان کسانی هستن که عقیده دارن که فارسی و دری دو تا زبانه، چیز عجیبی نیست. جدا از این حاکمیت ها و کسانی که پشتوگرا هستن و اینا سعی کردن که این رو تقویت بکنن، حتی بعضی فارسی زبانان ما، اون با دلیل داره چرا این فارسی زبان ما حاضر نیست که بگه که ما فارسی زبان هستم، بلکه میگه من دری زبان هستم. یک مسائل باز با ایران وجود داره، مسائل سیاسی و امثال اینا در دیدگاه بعضی ها. برحال این هم از مسائل بسیار مهم بود و ما در جلسه بعد انشالله کلن به این موضوع میپردازیم. الان نزدیک 70 دقیقه شد. در جلسه بعد بحث اصلی ما بحث زبان رو میخواستم در یک جلسه جمع کنم، ولی بعد یک کمی که پیش آمدم دیدم نه، در یک جلسه جمع نمیشه. در جلسه بعد بحث ما مشخصا موضوع فارسی و دری خواهد بود و بعضی از مسائل دیگری که در مورد زبان فارسی در افغانستان مطرح هست و بعضی از چالش هایی که زبان فارسی باش روبرویه و بعضی از پرسش هایی که دوستان دارن، اینا رو هم مطرح خواهیم کرد. بله، دوستمون پرسیدن چرا به سوالا پاسخ نمیدی. واقعا حق دارین، درست میفرمایید. من یک نگاهی میکنم سوالات رو و سعی میکنم که سوالاتی که دوستان مطرح کردن پاسخ بدم. بعضی از دوستان اگه سوالی مطرح کردن پاسخ داده نشده، الان میتونن بنویسن. چند دقیقه دیگه ادامه میدیم این رو و سوالات رو هم مطرح میکنم.
خانم شیخ گفتن ببخشید دوست افغانستانی من میگه که دری صحبت میکنه که زبان اصیل تری از فارسی است. بله این یک چیز ایجاد کردن در ذهن خیلی از مردم افغانستان، رسوب کرده در ذهن ها. حالا ما در جلسه بعد به این خواهیم پرداخت. خب ببینم اینجا دیگه چیه. دوستان گفتن چرا من الان برگردم این سوالا رو یک دفعه نگاه بکنم. گفتن در ایران هم عده قصد تضعیف زبان فارسی را دارن. خب یک تلاش حکومتی مستدام نیست، یعنی اصلا اینطوری شما در افغانستان یک اتفاق اصلا اینطور عجیبیه زبان سرود ملی رو عوض بکنن. مثلا فرض کن در ایران سرود ملی به یک زبان دیگه باشه، زبانی که شما اصلا نفهمید چی میگه. این چیزی در افغانستان اتفاق افتاد. بعضی دوستان من چیزا نوشتن که خارج از دایره ادبه و من خوش ندارم این را. ما نباید تعصب به خرج بدیم و چیزی بگیم که یک جمله چیز طلایی، قانون طلایی در جمله زرین یا طلایی در اخلاق بشریت هست. آن چیزی را بر خود بپسند که بر دیگران میپسندی یا برعکس. و اینکه ما سعی کنیم که ادب رو حفظ بکنیم در هر حال، یعنی با کسی که باهاش مشکلم داری تو با ادب صحبت بکن. یک چیزی من به نام آداب بحث و گفتگو نوشتم. دوستان اگر دوستانی در اینستاگرام هستن یک نگاهی بکنم قسمتی که استوری های ما اون جایی که هایلایت شده اقتدار استوری، یک سلسله استوری است به نام آداب بحث و گفتگو. اون رو دوستان بخونن یک بار، خیلی لازمه بعضی وقتا. خب پشتون ها فقط در افغانستان هستن؟ نه، یک بخش عمده در پاکستان هستن. در پاکستان اتفاقا تعداد پشتون های پاکستان شاید بیشتر هم باشه. سرزمین اصلی پشتون ها کجاست؟ کوهستان های بین افغانستان و ایران، بخششون در افغانستان و پاکستان، بخشی در افغانستان بودن، بخش بیشتری البته در پاکستان، منطقه‌ای است به نام کوه های سلیمان، اونجا خاستگاه اولیه پشتون ها حساب میشه. البته ما اینا رو در جلسات قبل گفتم ها، یعنی بعضی از این سوالات رو دوستان لایو های قبلی رو که بشنون، مثلا یک بحث ما درباره خود پشتون ها و خاستگاه قومیشان صحبت کردیم اونجا. زبان پشتو و اردو از یک ریشه اند، همه از زبان های هندو ایرانی اند، ولی نه اینطوری نیست که دو زبانی باشن که از یک منشأ داشته باشن. اردو فرق داره، پشتو فرق داره، اونطور نزدیکن مثل دیگر زبان های منطقه. و دوستمون پرسیدن فارسی در خطر است؟ بله فارسی واقعا در خطر است و در خطر نابودی شاید نباشه، در خطر تضعیف هست، در خطر از دست دادن اصالت و قدرت خودش هست. دوستمون نوشتن عبدالمجید زابلی مؤسس پشتنی بانک بود. بله خیلی تشکر از توضیح شما. خب بریم ببینیم که جدید سوال ننوشتن دوستان. من سوال های قبلی رو تا حدودی رفتم و دوستمون فرمودن در برنامه های بعد ضبط کنیم. بله این برنامه همه ضبط میشه، هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی، یعنی هم لایو به صورت تصویر ما فایلش رو ذخیره میکنیم، هم به صورت صوت بعد این صوتش رو استخراج میکنیم. زینب جان این دیگه زحمت میکشه این صوت ها رو مرتب میکنه و در کانال تلگرامی بنده به نام کانال محمد کاظم کاظمی هست، اونجا این صوت ها منتشر میشه. صوت 3 تا از جلسات کشور خورشید رو ما تا حالا اونجا منتشر کردیم، در کانال بنده هست، دوستان میتونن برن و استفاده بکنن. 7 جلسه ما تا حالا داشتیم، 3 تاش منتشر شده صوتش، 4 تای دیگه مونده که با این یکی البته میشه 5 تا. لودیا هم پشتون بودن؟ بله لودیا، حکومت لودیا پشتون بود. همه پشتون ها با ایران شهر فرنگی مشکل دارن؟ نه، بعضی از پشتون ها اتفاقا کسانی هستن که خیلی نگاه تمدنی خوبی دارن. بعضی از کسانی که اصلا تصور نمی کنی آدم پشتون باشه و بس فارسی حرف میزنه. شما میدونی فرهاد دریا آوازخوان معروف کشور ما از لحاظ قومی پشتون هست، ولی آوازخانی که بیشتر آهنگاش به فارسی هست.
از لحاظ قومی این آدم یعنی آقای فرهاد دریا ریشه پشتون داره، پدرش مثلا پشتون بوده، ولی علاوه بر این نویسنده های مثل خالد نویسا، بسیاری از پژوهشگران پشتو، بسیاری از کسانی که واقعا نگاه مثبت تمدنی داشتن نسبت به این موضوع بودن، منتها حاکمیت غالبا با اینها نبوده و حاکمیت معمولا سعی میکرده که پشتوگرا و فارسی ستیز باشه. دوستمون نوشتن ترک ها اخیرا با فارسی مشکل دارن متاسفانه. بله من شنیدم در استان آذربایجان این شکاف های قومی و زبانی داره پررنگ میشه و گویا کسانی هم از خارج کشور خیلی تلاش میکنن برای که این اتفاق بیفته. امیدوارم در ایران هیچ وقت نشه اینطوری. به هر حال این گسل های قومی و زبانی رو در ایران خوشبختانه شدید نیست، ولی کسانی هستن که خیلی دوست دارن اینها رو تشدید بکنن. خب بله احمد ظاهر هم گفتن که پدر پشتون بوده. بله این دو پسر دکتر ظاهر بود دیگه، دکتر ظاهر هم صدر اعظم افغانستان بود، پشتون بود. خب دوستان با توجه به که لایو های جعفریان هم شروع شده، یک روبی هم ازش گذشته، سوالات هم تا حدودی پاسخ داده شد. اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر نه بحث بعدی ما هم انشالله همون فارسی و دری خواهد بود. یعنی موضوع و محورش اینه که نسبت فارسی و دری چیه. و البته به امید خدا اگر اتفاقی نیفته شاید فردا شب ما برنامه لایو محفل شعر بهارستان را هم داشته باشیم که مدتی هست نداشتیم، حدود یک ماه هست. این برنامه ما که آمد بود بهارستان را یک مقداری به حاشیه برد. انشالله که ما به فردا شب اگر برای ما مهمان نیا که قرار هست مهمان بیه، سعی میکنیم که لایو بهارستان رو داشته باشیم. فعلا بنابر داشتنش هست فردا ساعت 10 شب که شعرخوانی هست. کلن دیگه برنامه اختصاص داره به شعرخوانی با امید خدا. خب دوستان بریم، میگم بریم لایو های جعفریان رو ببینیم. بله بریم همگی. ژیلا جان نوشته، دختر عمه عزیز ما. خب خداحافظی بکنم از دوستان و تا فردا شب به احتمال قوی بهارستان، یک شنبه شب بیدلخانی و پنج شنبه آینده هم کشور خورشید با بحث فارسی و دری. خدا حافظ عملی باشه. تشکر مهری جان عزیز، خواهر عزیز ما و همه دوستانی که محبت کردن. لایو های ما ساعت 10 شب هست. سوال چاپ جان پدر پاسخ دید. نمیدونم چه سوالی بود، دوستمون اگه سوال مطرح بکنن. این کتاب منتشر شد در اون لایو، در اون پستی در اینستاگرام بنده در مورد این کتاب نوشتم. اگه دوستمون سوالی جدا دارن بفرمایید. در تضعیف زبان فارسی دولت‌های خارجی دست دارن؟ طبیعتاً در هر شکاف و انشقاقی که در این منطقه اتفاق بیفته خارجی‌ها از این استقبال میکنن، تفرقه بیاندازه حکومت کنه دیگه. الان در گسل های قومی و زبانی در ایران را هم سعی میکنن تقویت کنن، یعنی تشدید کنن خارجی ها. این که میگوین عمران خان پاکستان غلزایی و پشتون است حقیقت دارد، این واقعا بنده خبر ندارم، ولی آقای جعفریان فکر میکنم میگفت که ملاک انتخاب اشعار در کتاب جان پدر چه بود. همین هم بگم تمام کنیم. در اینجا قوت شعر بیشتر ملاک قوت شعرها بود. شعرها زیاد آمده بود، نزدیک 200 خورده شعر بود و از این بین 120 شعر تقریبا انتخاب شده. نیمه از شعرها طبیعتاً کنار گذاشته شد و بعد از شعرها خب از لحاظ کیفیت در حد انتشار در کتاب نبود. فقط و فقط هم قوت، یعنی چیز دیگه ای نبود که در شعرها بگیم مسئله سیاسی باشه یا موردی باشه که اون شعر رو به خاطر اون حذف کرده باشه یا اینا، نه. و این کیفیت شعرها رو هم 2-3 نفر از دوستان نظر دادن، هم خودم هم خانم حسین زاده هم آقای مظفری هم دوستان دیگر. این یک شورا این شعرها رو در واقع بررسی کرد و نظر داد در موردش، یک کار شورایی بوده. منتها خب تدوین اصلیش با خانم زهرا حسین زاده بوده. خب ما دیگه بریم که لایو های جعفریان هم نگذره. تشکر از همه دوستان، خدا حافظ شما تا برنامه بعد.